صبح روز 17 آوریل هزاران نظامی از نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارتش تایوان با انجام یک رزمایش حمله چین را در امتداد سواحل جزیره پینگهو شبیه سازی کردند. تایوان هر سال جنگ افزارهای خود را به نمایش می گذارد، اما این اولین بار در 5 سال اخیر است که این مهمات را مورد استفاده قرار داده است. رئیس جمهور تایوان ماینگ جیو که اغلب نسبت به پکن دلسوزی می کند، این کلمات خشن را خطاب به همسایه خود در آن سوی تنگی تایوان ایراد کرد. در سالهای اخیر با توجه به رونق اقتصادی، چین سلاح‌ها و ارتش خود را قوی ساخته. بنابراین برای مقابله با چنین تهدیدی باید به تقویت روحیه ارتش بپردازیم و به منظور حفظ صلح در سراسر تنگه خود را آماده سازیم. در واقع چیزی که واقعا مهم است وسعت این تهدیدهای خارجی نیست. اگر نمی توانیم کمک‌های نظامی از کشورهای خارجی دریافت کنیم، در عوض می توانیم با تکیه بر قدرتمان به طور مؤثری از خودمان دفاع کنیم. اکثر کشورها اگر هم ارتباط دیپلماتیکی با تایوان دارند، آن را بسیار محدود کردند. معمولاً این پیش شرطی است که رژیم چین به هر کشوری که با آن ارتباط دارد تحمیل می‌کند. این مسئله ماه گذشته به نقطه مشاجره دیگری بین ژاپن و چین تبدیل شد. ژاپن از یک نماینده تایوانی دعوت کرد تا با نمایندگان دیپلماتیک در دومین سالگرد سونامی 11 مارس نشستی داشته باشند. با این حال سال‌هاست که ایالات متحده برای تایوان سخت افزارهای نظامی فراهم کرده است. چین تایوان را استان جدایی طلب تلقی می کند و عهد کرده است که در صورت لزوم برای بازپسگیری این جزیره به زور متوسل خواهد شد. همزمان با اینکه تایوان مانور زنده نظامی خود را انجام می دهد، ارتش آزادیخواه خلق چین نیز شروع به انجام گشت‌هایی در جزایر دیایو کرده است. چین، ژاپن و تایوان همگی ادعا می کنند که این جزایر بخشی از خاک آنهاست، در حالی که این جزایر به تایوان نزدیک‌تر هستند.